شما بیننده برنامه آماج به گونه زنده از تلویزیون یک هستین. مهمان ما آقای فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات هستن. خب آقای معنوی، سوال ما این بود که آیا واقعا فکر میکنین قانون پامال نشده؟ مثلا این ماده از قانون، ماده 58 بند دومش که قسمت آخرش میگه نتایج انتخابات بعد از تصدیق کمیسیون نهایی و قابل تطبیق است، نهایی بودن نتایج شما زیر سوال نبردین با این حرکتتان؟ ما این را نهایی پنداشتیم و تطبیقش هم کردیم، اما متاسفانه که جنجال شروع شد. یعنی پامال جنجال از طرف ما نبوده. حداقل ما برای حل از این معضله راه قانونیش دریافتیم. برای حل قانون پامال شده قانون. اگر یک ماده از قانون اینجا در نظر گرفته نشد، یا حداقل با او زیاد جدی گرفته نشد، اما مواد دیگه قانون ما را میتونست که دست ما را باز بکنه. یک، دوام کار کمیسیون شکایت انتخاباتی از طرف کمیسیون انتخابات. دو، ماده 86 قانون اساسی که میتونه یک توجیه بسیار جدی باشه که تدقیق وثائق شورای ملی صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات. اما بر اساس چی؟ بر اساس همین قانون دیگه. قانون اساسی گفته که مسائل انتخابات توسط قانون تنظیم میگرده، درست؟ قانونش هم امی هست، فرمان تقنینی آقای کرزی، و ماده 58 مش هم بند آخرش میگه که نتایج انتخابات بعد از تصدیق کمیسیون نهایی و قابل تطبیق است. و شما بهتر میدونید که یک حکم ماهوی است دیگه. آقای معنوی، فکر نمیکنید که پامال شده هر نوع توجیهی که وجود داشته باشه و توجیه قانونی شما داشته باشه پامال شده؟ یعنی دو نقطه را توجه کنیم، بعد مشخصا به شما میگیم که آیا پامال شده. یعنی یک وقتی که امی کار کمیسیون شکایت انتخاباتی ادامه پیدا میکنه، پس منطقش در کجاست؟ وقتی که هیچ کاری را انجام داده نتانه، اگر چون این یک معضله هم ایجاد شد نتانه کاری را پیش ببره، چرا با پایان یافتن کار کمیسیون شکایت انتخاباتی مقنن یا قانونگذار این صلاحیت هو به هو مو به مو در صلاحیت های کمیسیون انتخابات حفظش میکنه؟ یک. دو، یک نقطه بسیار ظریفانه را امیدوار هستم که مردم افغانستان، خاصتا ولسی جرگه افغانستان متوجه باشند. یک سارنوالی یک قضیه را پیشکش کرد به حضور محکمه. یک محکمه تصمیم گرفت، بعدش محکمه دوم هم تصمیم گرفت، به عنوان یک مرحله دیگه هم برای جمهور هم رسید، چهار مرحله را گذشتان. اگر همی قضیه را قبول بکنیم، ما موفق می شدیم، در این حالت خودش حفظ می کردیم، کلگی آرام می شد، می گفت حالا هرچی که شده در حال خودش باشه. ما همی مشروعیت، ای که خوب یا خراب، ما اعتراض خود نسبت به محکمه هم در ایجاد اجراشیم هم در اجراتش، اما بالاخره یک محکمه تصمیم گرفته. اگر به حال خودش باقی می گذاشتیم، همی مشروعیت خود پارلمان افغانستان چگونه می تانست حفظ بکنه؟ ده ها سوال وجود می داشت که انوز تعدادی هستند که خب محکمه فیصله کرده، چنان شده، چنین شده. حتی یک تعداد شاید یک احساس بسیار خوشایندی به خودش هم وجود نمی داشت، یک احساس بد می بود که یک حکم درست یا نادرست از یک مرجع به نام محکمه صادر شده. ما به خاطر از اینکه می مشروعیت خود ولسی جرگه باید کاملا بگیره، یک بحث ما با طرف های زی دخل در قضیه هم همی بوده. اتفاقا میگفتن باید ولسی جرگه امو مشروعیت کامل خود به دست بیاره تا کارهای مهمی که در حیطه صلاحیت ولسی جرگه است او را بتانه انجام بده. چه وقت میتونیم باید به نحو قضیه با رعایت قانون پایان پیدا بکنه که این مشروعیت صدمه نبینه؟ بنان ما به می اصل یک کار را انجام دادیم، با اینکه ما متاسف هستم، متاثر هستم از این که چرا با رایافتن نه نفری که اکثرا دوستای ما بودین کرسی خود از دست میدن، اما به خاطر یک مصلحت کلان ما یک اصل فقهی هم داریم، ما ضرر جزئی را باید بپذیریم. به خاطر مشروعیت، به دست آوردن مشروعیت کامل ولسی جرگه، به خاطر پایان یافتن از این غائله یا معضله، به خاطر فعال شدن نهادهای این ماده باید زیر پای شود. ما فکر میکنم که این ماده را میتونه ماده های قانونی اساسی و ماده های بعدی قانون انتخابات توجیه کنه. خب سوالی که بازم باقی میمونه از میان بحث خودتان آقای معنوی، شما از مشروعیت صحبت میکنین، از مشروع سازی یا دادن مشروعیت، بخشیدن مشروعیت به مجلس نمایندگان افغانستان. مبنای مشروعیت چیست؟ مصلحت عمومی است یا حکم محکمه است
دادخواست سارانوالی است یا ماده قانون؟ همه از اینا. آنچه که موازنه را ایجاد میکنه و به اصطلاح معیار میشه در میدان کدامش هست؟ قانون است یا ما مصالح مسلم من حیث یک بحث فقهی یا مشخصا در اصول فقه خود بحث مصالح مرسله داریم. انصافا محاکم هم وقتی که نتانستن دیگه حالا به یک قضیه خود از یک قضیه بکشن استناد کردن به این مصالح مرسله. بنان مصلحت های عمومی هم یک اصل است. اگر قضیه در جایش باقی میمان بالاخره چی اتفاق میفتاد چی میشد این ما بعد از زیر با تاسف که همی کسایی که هنوز به موضع خود پافشاری میکنن تشریح نمیکنن که چی میشد. یقینا اتفاقات بدتر از آنچه که تا حال صورت گرفته میافتاد. به خاطر رفع زمین بیایی که یک مقدار ما انعطاف بپذیریم. بدون پذیرفتن یک انعطاف رای حل دیگه به وجود نمی آمد. شما ببینید که ریاست جمهوری افغانستان هم با حرفایی که داشتن سرانجام اگه انعطاف پذیرفتن نهادهای مختلف پذیرفت. حتی جامعه بین المللی که داعیه دموکراسی و اساس دموکراسی هم انتخابات را من حیث یکی از مهمترین مأموریت خود در افغانستان می دانن. و شما می دانید که انتخابات را نسبت به هر موضوع دیگه در افغانستان جدی می گیرن. سرانجام راضی به این شدن که باید یک رای حل به این قضیه پیدا شود. طبیعی است که رای حل سیاسی مبتنی بر قانون و از طرف یک نهاد قانونی. بحث همی بود که نهاد قانونیش فقط کمیسیون مستقل انتخابات است، نه محاکم، نه ریاست جمهوری، نه سارنوالی، و مبتنی بر قانونش هم باید توجیه قانونی پیدا شود. اگر ما صلاحیت قانون نداشته باشیم میدانیم اشارت الناس، دلالت الناس، مقتضای الناس، ای هم از اما اینجا حکم اگر بازم تکرار نشم میخوایم بگیم که اینجا حکم قانون در اینجا بسیار سریع است. نیاز به نمیدانم چقدر نیاز است که شما به دنبال اشاره و دلالت بروین آقای معنوی. اما سوال دیگه می است که من احساس کردم که لحن شما نسبت به محکمه، نسبت به آنچه که در گذشته میگفتین، مصاحبه های گذشتهتان، کنفرانس های مطبوعاتی و نشست های خبریتان تغییر کرده، نرم شده. و قبلا هیچ زمان نمیگفتین مثلا که به هر صورت محکمه است، دو محکمه حکم صادر کرده و این هم جایگاه خود داره. شما همیشه قاطع در مورد محکمه موضع داشتین. چی سبب شده که لحن شما تغییر کنه؟ ما قاطعیت ما در اون زمان می بود که 62 نفر محکمه با یک تصمیم غیر اصولی بدون داشتن یک صلاحیت قانونی تغییر آورده بود. بدون شک 62 نفر اخراجش از اولسی جرگه افغانستان و رایافتن 62 نفر دیگه هم که با باور ما بیشتر به سلیقه ها بود دیگه به نام اولسی جرگه افغانستان چیزی را باقی نمیمونه. یعنی در درست یک سال تقریبا عوض میشد. دیگه معنایشی بود دیگه که اون جایگاه مشروع برای اولسی جرگه افغانستان باقی نمیمونه. بعد اگر ما مبتنی به تصامیم محکمه باز هم تغییر نسبی را که آوردیم اساس خود قرار میدادیم، باز هم به نحو ما این محکمه را پذیرفته بودیم. ولی شما میبینید در رایافتن 9 نفر کسایی است که در لست ابتدایی که کمیسیون مستقل انتخابات برنده بودند و خوشبختانه که در تصمیم محکمه هم یا برنده بودند، اما کسایی که کرسی خود از دست دادند و رأیشون پایین افتاد این بر مبنای تصمیم محکمه نبوده بلکه اساسش اما تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بوده. اما این را باید بپذیریم که محکمه را خود نمیدانیم که از نامش هم این کار بکنیم که هیچ چیزی نیست. بالاخره محکمه است، قاضی است، اجراءات صورت گرفته، اما در طرز اجراءات و در ایجاد محکمه خاص ما مشکل داشتیم. نه اینکه من حیث محکمه هیچ چیزی ما نپذیریم و من حیث قاضی نه، در این مورد خاص ما هیچ چیزی نمیپذیرفتیم آقای معنوی قبلا. یقینا ما آن چیزی را که ما با او استدلال میکنیم و میپذیریم کار خود ماست، نه کار یک کس دیگر. ما کار کسای دیگر ما میگفتیم در بحث انتخابات تصمیم هر نهاد دیگر غیر قانونی است. یعنی نهاد من حیث نهاد به رسمی هم میشناسیم که یک چیزی را به نام قوه قضاییه افغانستان. ریاست جمهوری خودش یک نهاد است، جدا از شخص رئیس جمهور. ریاست جمهوری یک نهاد است، مداخله کرده و بر شما دستور داده که تصمیم نهایی را بگیرید و شما تغییرات بدین. شما تغییرات آوردین؟ نگفته تغییرات بدین. ببینید شما پس از حکم رئیس جمهور تغییرات آوردین. شما که میگفتین که هیچ تغییر ممکن نیست آقای معنوی، شما پس از حکم رئیس جمهور تغییرات آوردین. بله، صلاحیت را به ما تفویض کرد. صلاحیت را از محکمه گرفت. میپذیرین که پس از مداخله نهاد ریاست جمهوری شما مجبور شدین که بعد از مداخله نهادهای مختلف
اگر مداخله رو میکردن یقینا ما دیگه چیز رو رد داشتیم به یک درد سر دیگه خلبانیم. ما رقم ما گفتیم ما با میل خود وارد از قضیه نشدیم، دل ناخواسته ما وارد از قضیه شدیم، از نهایت مجبوریت ما داخل از قضیه شدیم، به خاطر پایان بخشیدن و به خاطر مشروعیت بخشیدن به روسی جرگه، به خاطر جلوگیری از اضرار بیشتر این قضیه در زندگی و روند عادی زندگی مردم ما وارد از قضیه شدیم. اینه خب هیچ وقت بازو انکار نکردیم و به صراحت لحجه ای را بیان کردیم. توجه کنید آله که شما بحث نهایی بودن نتایج عنوان میکنید، خب یک اساسی بود که ما این را جدی گرفته بودیم. اگر مشکلی ایجاد نمیشون ما چی ضرورت داشتیم بریم به دنبال توجیه قانونی بگردیم، اما بنابرای ضرورت هایی که پیش آمد ما ناگزیر شدیم که بریم دلائلی را پیدا بکنیم که حداقل کاری را که انجام میدیم باید کاملا در مغایرت با قانون نباشه، حداقل توجیه قانونی در زمین وجود داشته.